تا حالا به این فکر کردین که تفاوت فتوشاپ و ایلوستریتور چیه؟ از کجا شروع کردن و چه مسیری طی شد که به اینجا رسیدن؟ یا اینکه کدوم یکی از این دو نرم قدرتمند زودتر پا به عرصه گذاشتن و کدوم یکی بیشتر مورد توجه قرار گرفت؟ حالا به نظرتون کدومش میتونه بهتر باشه؟ <applause> درود ساره هستم به اولین ویدیو به کانال ساره اسکیل خیلی خوش اومدین اگر هنوز کانال منو سابسکرایب نکردین خوشحال میشم که اون دکمه سابسکرایب پایین رو بزنید زنگونه رو فعال کنید تا زمانی که ویدیو جدید میذارم بهتون اطلاع بده و بهتون اونا رو ببینید خب بریم تفاوت این دو نرم قدرتمند رو با همدیگه بررسی کنیم نرم افزار ایلوستریتور سال 1987 درست سه سال قبل از فتوشاپ ساخته شد اما فتوشاپ در سال 1990 ساخته شد که هممون فکر میکردیم فتوشاپ خیلی زودتر از ایلوستریتور ساخته شده و اون دلیلش به خاطر این هسته که بیشتر مطرح شده نرم افزار ایلوستریتور ورژن نوستالژیک اولین اولین ورژنش برگرفته از نقاشی بوتیچلی به نام تولد ونوس از روی اون برگرفته شده که تا سال 2003 هنوز همون تصویر روی ورژن گذاشته شده بود که به بعد تصویرها مختلف میشه و من تصویرها رو در ادامه بهتون نشون خواهم داد این سال 1987 بود البته سال 1986 هم هست حالا یا 86 یا 87 شروع شده اولین ورژنش که گفتم به این صورت هست و تصویری از نقاشه بوتیشلی هست که به این صورت هست تو اواخر دهه 80 میلادی شرکت مختلفی برای تولید کامپیوتر دست به کار شدن که همین باعث شد که ایلاستریتور محبوب بشه و اینکه تا قبل از نسخه دو نسخه دو ایلاستریتور نرم فقط برای مکینتاج و حالا چند تا سیستم دیگه در دسترس بود اما با محبوبیت ایلاستریتور سیستم عامل تازه تاسیس که بیل گیتس بود یعنی ویندوز برنامه نویسان ادوبی به فکر حالا سازگار, سازگار کردن ایلاستریتور با ویندوز هم افتادن که اومدن نسخه دو رو عرضه کردن در سال 1996 با ارزای نسخه 6 ایلوستریتور تغییرات زیادی کرد تا بتونه با دیگه رقابت کنه که اون زمان رقیباش کورل و فیرهند بودند یکی یه ویژگی بسیار مهم دیگه ای که ایلوستریتور هست اینکه پلاگین رو اومد به نرم اضافه کرد و باعث باز محبوبیت شد تو نسخه هفت یه زمان بسیار مهمی بود زمانی که اینترنت به سرعت تو حال در حال گسترش بود کاربران خانگی بود که رقبای این باز همون فریهند و کورل بودن که تو این این دوتا نرم افزار نمیتونستن یعنی برای وب یعنی مثلا بیان یه قابلیت انتشار برای وب رو نداشتن که راه اندازی کنم که بازم ایلاستریتور این کار رو انجام داد. و این ویژگی رو داشت که همینجور تونست پیشرفت کنه و از ورژن قدیمی که اون بالا هست 1987 پیشرفت کنه و بیاد ورژن آخرین هست که الان داریم میبینید ورژن 2020 هست که به این شکل دو تا پنگوان هستن و بازم قابلیت بیشتری داره و هرچی که بیشتر جلو میره بیشتر پیشرفت میکنه شاید خیلیتون فکر کنید که نرم افزار فتوشاپ قدرتمندتر هست در صورت که همچی چیزی نیست جفتشون قدرتمند هست و مکمل یکدیگر هستن من هر دوتاشون رو با هم استفاده میکنم هر دوتاشون به کارم میاد مکمل هم هستن و این نیسته که من بخوام بگم ایلوستریتور خیلی بهتر هست تفاوتی که بین این دوتا هست تفاوتشون توی پیکسلی بودن و برداری بودن هست فتوشاپ یه فضای پیکسلی هست یه فضای رستری هست که بیشتر برای رتوش عکس بیشتر با عکس کاربرد داره یعنی زمان شما که میخواین که یه عکسی رو بخواین ادیت کنین یا مثلا بخواین یه فوتو انجام بدین توی فضای فتوشاپ این کار رو انجام بدین و خیلی شاید از کارهای فوتو خلاقانه دیده باشین که واقعا جذاب هست که چند تا عکس رو میان با هم قاطی میکنن یا مثلا توی آتلیه ها میتونن با فتوشاپ میتونن روتوش رو انجام میدن و بیشتر برای روتوش از این در با عکس کار میکنن اما توی ایلوستریتور برداری یا وکتوری هست که بیشتر طراحی هایی که بخواین به صورت حالا نقاشی دیجیتالی میتونه باشه بیشتر برای طراحی لوگو از توش استفاده میکنن و چیزی که خیلی مشهود هست و خیلی واقعا من لذت میبرم توی فضای ایلوستریتور این هست که شما زمانی که میان توی ایلوستریتور طراحی میکنین هر چقدر که بخواین من حالا لوگو رو مثال میزنم چرا چون که لوگو رو هممون هم توی فتوشاپ انجام دادیم و هم توی ایلوستریتور و اونایی هم که ایلوستریتور کار نکردن که اگر کار کنن و ببینن و کاملا تفاوت این دوتا رو متوجه خواهند شد موقعی که شما توی فتوشاپ یه لوگو طراحی میکنین اگر شو... یعنی جرئت نمی‌کنم من بخوام یکم سایزش رو بزرگ کوچیک کنن تفاوتش رو یعنی کیفیتش از دست میده و پیکسل پیکسل میشه اما توی ایلوستریتور شما کوچیک یعنی اندازه یه سکه طراحی کن لوگو اونو به اندازه یه بیلبورد بزرگ کن کیفیتش رو به هیچ عنوان از دست نمیده من واقعا لذت میبرم از این محیط برداری ایلوستریتور و خیلی چیزای دیگه که داخلش در میکنین حتی همون کارت ویزیت حتی همون بروشور هر چیزی رو که میخواین سایزش رو بزرگ کوچیک کنین افت کیفیت نداره و ناگفته نمونه دوستان <تصحان> توی ورژن جدید فتوشاپ الان که من ورژن جدید شده دارم استفاده میکنم میبینم خیلی شباهتهایی با ایلوستریتور داره یعنی خیلی امکاناتی رو مثل ایلوستریتور داده و کار رو راحتر کرده در صورتی که ورژن‌های قبل فتوشاپ خیلی سخت میشد باش کار کرد اما ایلوستریتور از همون اول فضاش همون بوده که حتی الان فتوشاپ هم یه جوری حالا یه رقابت میکنه یا هر چیزی یه خورده داره خودشون نزدیک به ایلوستریتور میکنه خب اینم از تفاوت دو نرم افزار قدرتمند و دوست داشتنی اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفا لایک کنید اگر هنوز کانال منو سابسکرایب نکردین اون دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله رو فعال کنید در مورد این ویدیو اگر سوالی مطلبی چیزی هست برام کامنت کنید و جواب خواهم داد خیلی خیلی خوشحال شدم منتظر ویدیوهای بعدی باشید